بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، با بهترین درودها به شما. من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در بخش اول برنامه مطلبی مشاهده خواهید کرد درباره دادگاه نوری و خاطراتی که من از زندان اوین و قتل عام سال 67 برای شما نقل خواهم کرد. بخش دوم برنامه امروز اختصاص داره به رویدادهای سیاسی توسط رفیق ارژنگ بامشاد. در بخش سوم و پایانی برنامه گزارشی از محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، درباره اقدام اعتراضی سراسری معلمان از نظر شما خواهد گذشت. لازم به ذکره که منبع این گزارش کانال تلگرامی کانونهای صنفی معلمان است. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما باشید. در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب میکنم به دادگاه حمید نوری. در خارج ایران اتفاق بی‌سابقه‌ای رخ داد که شماری از زندانیان سیاسی سابق برای شهادت درباره هویت فردی به نام اصلی حمید نوری و با نام مستعار حمید عباسی به دادگاهی در سوئد فراخوانده شدند. حمید نوری پس از اینکه 21 ماه در بازداشت دادستانی سوئد بود، در 19 مرداد 1400 برابر با 10 آگست 2021 نخستین روز دادگاه او برگزار شد که تا الان هم ادامه دارد. صبح روز دادگاه اخبار سراسری تلویزیون سوئد و دیگر خبرگزاری های برخی از کشورها با آن پرداختند که موجب خوشحالی ایرانیانی بود که به نوعی از کشتارهای جمهوری اسلامی لطمه دیده بودند و گروه‌های زیادی تلاش کردند و می‌کنند تا صدای دادخواهی مردم داغدار ایران باشند. دادخواهی امر یک فرد، یک گروه، یک سازمان یا یک حزب نیست. دادخواهی در واقع فرجام یک رسوایی برای نظامی که در آتش زدن سینما رکس آبادان قبل از انقلاب تا امروز که در همین خوزستان فرزندان تشنه این سرزمین را به گلوله می‌بندند. همه هموطنان ما در سراسر این خاک دادخواه این نظام جهنمی هستند. مهمترین کسانی که در این کارزار نقش داشتند زندانیان جان به در برده از اعدام‌های تابستان 67 و خانواده‌های کشته شدگان هستند که در جلسات بازپرسی پلیس سوئد از آلمان، انگلیس، آمریکا، کانادا حاضر شدند و با جزئیات به نقش قطعی حمید نوری در ارتکاب جنایت شهادت دادند و برانند که یکی از قاتلان رفقای خود را به محکمه دادخواهی بکشانند. حمید نوری یکی از مسئولین هیئت اعدام در زندان گوهردش می باشد که گفته می شود از نزدیکان سید ابراهیم رئیسی و اعضای هیئت مرگ است. در اوین اما هیئت مرگ شامل حسین علی نیری حاکم شهر وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین بود. در این زندان ابتدا از شاید یک سال پیش اومدن و زندانیانی که حکم ابد گرفته بودن اونا رو جدا کردن و از سالن 3 به بند 325 منتقل کردن که بعدها که میخواستن در واقع برنامه خودشون رو عملی کنن تعداد زیادتری رو یا از بندهای دیگه افرادی رو به این بند منتقل کردن. خب
ابتدا سعی میکردن که بعد از اتمام به اصطلاح پایان جنگ و قبول قطعنامه و محرومیت ها و محدودیت ها از در زمینه ملاقات تلویزیون یا دریافت اخبار و اطلاعات که وزارت اطلاعات مستقر در اوین با ریاست همین مصطفی پور محمدی در واقع بیشترین سعی خودشو میکرد تا بتونه از اینکه زندانیان بتونن شکی ببرن یا درکی از این قضیه داشته باشن طوری رفتار میکرد با دادن اطلاعات دروغ، بیخبری و به شکلهای متفاوت که حتی وقتی که ما با برخی از زندانیانی مثل علیرضا تشیعیان، صدرایی، حسین صدرایی، علی صدرایی و عده دیگه دور هم نشسته بودیم و این جابجایی ها و بردن هایی که از شروع کرده بودن از مجاهدین در مرداد در واقع شروع کرده بودن و اونها رو می بردن، ما فکر می کردیم که چه برنامه ای هست یا چه تصمیمی داره. من یادم میاد که حسین صدرایی می گفتش که به علت بیخبری و اطلاعات زد و نقیزی که داشتیم می گفتش که من تا حالا تحلیلایی که می کنم در رابطه با این جمهوری اسلامی درست در نمیاد و در واقع این حکم اون ضرب المثلی رو داره که از این حرومزاده هر چی بگی برمیاد. در هر حال حتی خاطرم هست زمانی که مجاهدین رو برده بودن با اینکه افرادی از مجاهدین که اونجا بودن نقش سازمانگر برجسته ای تو خود زندان داشتن، وقتی که اونا رو بردن اونا یه قراری هم گذاشته بودن مثلا با دادن عینک یا یه سری وسایل این مسئله رو انتقال بدن که شرایط خوبی نیست و مامورین زندان این قضیه رو انجام میدادن، یعنی اون پیام رو میرسوندن و خود این شک برانگیز میشد که اگر میخوان اعدام کنن یا اگر میخوان کار خاصی بکنن چطوری پذیرفتن این پیام رو که نشون دهنده اصلا پیامه بیارن و به زندان بدن. در نتیجه با این حرکتایی که وزارت اطلاعات انجام میداد کاملا مسئله اعدام رو در ذهنیت زندانیا تو اوین منتفی میکرد و این برخلاف در واقع زندان گوهردش بود که به شکلهای متفاوتی دیده بودن. در هر حال بعد از این که این زندانیان مجاهد رو بردن و شرایط به اصطلاح پایان جنگ یک خوشبینی رو در زندانی ها به وجود آورد، اگرچه از قبل شروع کرده بودن و سوالهای ایدئولوژیک و سیاسی از زندان ها می کردن، می بردن زندانی ها رو و می پرسیدن. برخی از زندانی ها به این نتیجه رسیده بودن که دفاع ایدئولوژیک نکنن، بعضیا انجام میدادن. مثلا یادم هست کسرای اکبری کردستانی که از رفقای ملقب به 16 آذر بود، این میگفتش که در هر حال من از کمونیست بودن خودم دفاع میکنم و تا آخرم به صلاح میایستم. در هر حال زمانی که مسئله به چپ ها رسید، من خاطرم هست که حدود 24 نفر رو اول صبح خوندن. خب طبیعی بود که خیلی ناباورانه آدم بخواد که یه همچین تصوری بکنه، خیلی اصلا جایی نداشت. حتی الانم تصور این که یه عده معدودی 3 نفر 4 نفر به عنوان عاملای اجرایی مثلا صبح زود بیان توی جایی توی زندانی که انبوهی از زندانی ها قرار دارن، مثلا تصمیمشون باشه بیان از صبح زود شروع بکنن به کشتن این زندانیا تا آخر شب. حتی الانش هم تصور این سبوعیت برای آدم یه مقدار ثقیل و سنگینه. اون موقع طبیعتاً با شرایطی که به وجود آورده بودن برای ما خیلی این قضیه به اصطلاح باور نکردنی بود. در نتیجه وقتی که از چپ ها که شروع کردن حدود
24 نفر از اسامی رو گفتن که بیشتر از در واقع کادرهای قدیمی بودن که هنوز به شکلهایی مونده بودن یا حکم گرفته بودن که حکم ابد داشتن، مثل محمد علی پرتویی، حسین صدرایی، کاظم خوشاوی، علیرضا تشیع، علیرضا زمردیان، سیف الله قیاسوند، کمال صدر، منصور جهانگیری، منوچهر سرحدی زاده، حمید حیدری، سعید حدادی مقدم، محمد دریاباری، منصور قماشی، بعد که ما رو به صف کردن که به صلاح ببرن به همون دادگاهی که ازش اطلاع نداشتیم. و همونجا سر چشمند یکی از زندانی ها اسمش مصطفی، متاسفانه فامیلیش یادم رفته، که اعتراض کرد به حرکت نگهبان ها و اونا دائما القا میکردن که ما میخواییم بنداتون رو عوض کنیم، میخواییم نمازخونه ها رو از بی نمازها جدا بکنیم، تا اینکه به صلاح همونجا ضرب و شتم شروع شد، تا اینکه بردن و مسئله دادگاه رو انجام دادن. من یادم هست که حتی با اینکه توی همون بند علیرضا تشیع و کمال صدر رو اسماشون رو گفته بودن، بازم صدا میکردن اون دوتا رو. البته علیرضا تشیع ویژگی خاصی داشت، اونم این بود که از زمان شاه زندان بود، با تجربه بود و تغییر ایدئولوژیش ضربه‌ای به مسئولین فعلی نظام بود، در نتیجه ازش به اصطلاح عقده داشتن به هر شکل و حتی درگیری خانوادهش یا در واقع مؤثر بودن اعضای خانوادهش در همون زمان حتی در مجاهد. در نتیجه این افراد رو مثلا یادم هست که زودتر اسامیشون رو خوندن و بردن به داد. خب همونطوری که گفتم اینا در واقع بحث مسئله این که سوالایی که دادگاه هم که وارد می شده یک میز ال شکلی بود که ابتدای نیری بود، بعد اشراقه بود و بعدم پور محمدی و یکی دوتا بازجوام این سر ال ایستاده بودن که جلوشون پر پرونده بود و اولین بار بود که میگفتن که برو تو و چشمندتو بردار، و این خودش نشون میداد اوضاع عادی نیست. بعد با برداشتن چشمند، سوالی که اشراقی میکرد و به عنوان دادستان و حاکم شهر، مسئله کاملا ایدئولوژیک و بسته به این که چه کسی به این سوال ایدئولوژیک که خدا را قبول داری، مسلمون هستی، نماز میخونی یا نمیخونی، سه تا سوال، و این در واقع وضعیت زندانی رو روشن میکنه. این به این معنی نیست که مثلا که کسایی که اعدام شدن دفاع ایدئولوژیک کردن، نه، بعضیا به طور مشخص مثلا علیرضا تشیع که باهاش چند سالی تو زندان نزدیک هم بودیم، علی رغم این قضیه ازش عقده داشتن، کینه داشتن، حتی موقع بهداری هم که می بردن تو راه وقتی وایستاده بود تا بره تو بهداری هم اذیتش می کردن، وای به حالی که دیگه تو دادگاه، حالا اگر حتی دفاع ایدئولوژی هم نمی کرد، با این همه بازم از اون طبیعی بود که نگذرن. و مثل کسای دیگه، مثل خود زمردیان یا پرتویی یا کاظم خوشابی، سرحدی زاده، همه این در واقع رفقایی که ما داشتیم، در نتیجه در با یک توطئه، با یک به اصطلاح اطلاعات غلط دادن، با به وجود آوردن وضعیت خاص که حتی کسایی که قبلا مثلا تو سالن 6 بودن، اینا می اومدن بعد به اینا میگفتن ما میخوایم بند نمازخونه رو از بی نمازا جدا کنیم، چون اونا قبلا تجربه خوبی از بندهای توابع نداشتن، اصرار میکردن که نه ما چپیم یا مارکسیستیم. در هر حال کسایی که حکم داشتن در زندان اوین به شکل به اصطلاح وسیع اعدام شدن و بعد از اینکه از اونجا می آوردنشون از دادگاه بیرون، دو تا صف تشکیل می شد، یه صف که منتظر بودیم تا شب، بعد یه عده معدودی ما رو به بند، به یکی از بندهای 325 برگردن. خیلی تعداد محدودی هستیم و همش می پرسیم اینا رو کجا بردن،
با هم دیگه میگفتیم به تو چی گفتن، با تو چی گفتن، اطلاعاتمون رو رد و بدل میکردیم، ولی هنوزم متوجه نبودیم. یا در واقع میتونم بگم وقتی هم که ما رو بردن توی بندی که دیگه از بازماندگان اون اعدام ها جمع شده بودن، در اوایل کسی نمیتونست بپذیره، همش به این شک، با اینکه اخبار اعدام به نوعی اومده بود ولی هنوز تردید بود، و این تردید موقعی از بین رفت که ملاقات ها شروع شد و خانواده هایی که می اومدن تو ملاقات در واقع اعلام می کردن. و سومین ملاقات خاطرم هست که دیگه بند به طور قطعی همه پذیرفته بودن که رفقاشون رو از دست دادن، و این رفقا که سالها در کنار هم، نزدیک هم، تو شرایط سخت با هم زندگی می کردیم و اینا دیگه نیستن، و نبودشون و وضعیتی که به وجود اومده بود و این تصور بین شرایط خوبی که ممکنه جنگ تموم شده و آزادی پشت سر این قضیه باشه، جای خودش رو به یک تناقض و یک به اصطلاح وضعیت وحشتناک به اصطلاح از دست دادن رفقا و اعدام اون همه زندانی بود. من تصور این که به اصطلاح این همونطوری که قبلا هم گفتم، اصلا تصور این قضیه باورش با اون شرایطی که برای ما به وجود آورده بودن بسیار مشکل بود، و بعد از اون بود که رفقایی که مونده بودن، زندانیانی که مونده بودن، کم کم دچار بیماری های روانی می شدن یا افسردگی شدید پیدا می کردن، و به این شکل در واقع در اوین با فریب و اطلاعات دروغ، غافل نگه داشتن زندانی، زندانیان زیادی رو که بیشترین از در واقع در برخی از کادرهای اصلی جنبش و سابقه جنبش هم در این زندان اوین نگهداری می شدن، اونها رو هم در واقع از بین بردن. از توضیح این مسائل بیشتر و توضیح اوضاعی که در اوین بود به عنوان یک شاهدی که در اون دادگاه بودن، جا داره که از تک تک زندانیان سابقی که در سالهای تبعید یاد و نام رفقا و همبندیانشون رو فراموش نکردن و صبورانه چنین دقایقی رو انتظار کشیدن، تبریک بگم و درخواست کنم که عزم خودشون رو برای به محاکمه کشوندن جانیان، به ویژه عضو پیشین هیئت مرگ، رئیس جمهور کنونی ایران و دیگر دستاندرکاران هیئت مرگ و کشتن عزیزان ما، جزم بکنن، و در واقع دادخواهی هم در همین معنا رو داره که هم صدا بشیم با مادران، پدران و همسران و فرزندان تمامیت ایران خفته در خاورانهای ایران. کار ما با دادگاه و محاکمه حمید نوری در استکهلم تازه آغاز شده. پژواک صدای دادخواهی همه مردمان رنج کشیده و داغدار به وسعت ایران باشیم. بینندگان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز که اختصاص داره به بررسی رویدادهای هفته توسط ارژنگ بامشاد. با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته به چند موضوع در باره وضعیتی که ایران درش قرار داره میپردازیم. ما این دفعه موضوع رو از اینجا شروع میکنیم که حاکمیت در این دوره‌ای که یک دست شده و دولت رئیسی زمام امور رو به دست گرفته، چه تحولاتی رو داره دنبال میکنه و وضعیت جامعه چجوری هست. در مورد خود حکومت اگر میخواید بگیم، ما چند تا روند را میبینیم که در اینجا
در حال شکل‌گیری این دولت رئیسی که رو کار اومده، روشن هستش که این دولت با توجه به اون انتخاباتی که راه انداختن، با شرایطی که ایجاد کردن، با حذف همه کاندیداها ریاستی را رئیسی را به عنوان کاندیدای بیت یا کاندیدای اسلحه بیت یا کاندیدایی که بیشتر سپاه کوشش هست به قدرت رسوندن. قبل از انتخابات همه یادمون هست که بحث بر سر این که نظامیان باید بیان تو قدرت نقش داشته باشن خیلی بالا گرفت، به بعد مطرح شد که این با قانون اساسی مخالفت داره به مثال مختلفی. الان امروز میبینیم که دولت رئیسی که اومده در نحوه چینش نیروهاش وقتی نگاه میکنیم بخش اعظم نیروهایی را که در سازماندهی میکنه نیروهایی است که وابسته به سپاه هستن. حتی کار را به جایی رسونده که الان 6 تا از استاندارهایی که انتخاب شدن استاندارهایی هستن که همه فرماندهان سپاه منطقه بودن، که چند روز پیش فرمانده سپاه خراسان استاندار خراسان رضوی شد، یا استاندار دیگه که هستن در قزمی به شهرهای دیگه. بنابراین میبینیم که این یک پارچه سازی به شکلی در استانها داره به عنوان استانها به عنوان مراکز قدرت دولت. خب روشن هستش که ما در این استانها 3 تا مرجع قدرت داشتیم. یکی قدرت ولی فقیه بود که به نمایندگی ولی فقیه اونجا هست، حالا امام جمعه هست یا هر کسی نماینده ولی فقیه هست. یکی قدرت دولتی بود که استاندار بود که دولت تعیین میکرد، به یکی قدرت سپاه بود. یعنی این نیرو بیشتر یا در توافق با هم دیگه یا در رقابت با هم دیگه مسائل استانی رو پیش می‌بردن. حالا با اینکه سپاه خودش اونجا قدرت داره، بعد یک از فرماندهان سپاه میشه استاندار، عملا ما با 2 تا قدرت روبرو هستیم، یعنی قدرت سپاه و قدرت بیت. خب روشن هستش که اینجا این هماهنگی از اونجایی که سپاه خودش زیر نظر بیت هست، به فرماندهی سپاه و تمام سپاه زیر نظر بیت هست، یعنی عملا میشه گفت که اون اصطلاحی که به کار می بردیم که این دولت دولت پیشکار رهبری هست، الان کاملا مشخصش که اون نهادهایی که زیر نظر رهبری هستن همه عرصه‌های قدرت رو گرفتن. یعنی نیروهایی که در استان قدس هستن، نیروهایی که در سپاه هستن، نیروهایی که در فرمان 10 ماده ستاد اجرایی فرمان 10 ماده امام هستن، اینها همش هستن. این یک روندی است که ما یک پارچه سازی رو می‌بینیم داره به شکل خیلی جدی پیش برده میشه و عملا اون سیاستی رو که دارن پیش می‌برن، یعنی قلع و قمع مخالفین درونی و سرکوب مردم داره در پیش برده میشه. در رابطه با این قلع و قمع مخالفین درونی که شروع شده بود، خب الان شکل برجسته میگیره با استعفای لاریجانی از عضویت در نهادی که قرارداد 25 ساله با چین را هدایت کرده بود پیش می‌برد به جایگزین اون توسط مخبر که الان معاون رئیس جمهور هست. عملا لاریجانی ها، چه صادق لاریجانی چه علی لاریجانی، از عرصه نزدیک قدرت کنار کشیدن. در مورد روحانی هم وضعیت همینطوری هست. نه تنها خود روحانی بر این دوره سکوت کرده و غیر از یک توییت که چند روز پیش زده بود به مناسبت تأسیس شورای عالی امنیت ملی هیچ خبری ازش وجود نداره، خود این قضیه ای که در مجلس طرح استیضاح طرح محاکمش داره مطرح میشه یا تراخواندن آذری جهرمی با اون وزیر ارتباطات به دادگاه و آزادیش با وزیره، نشون میده که یک جور سیاست قلقم داره با جدیت دنبال میشه و تلاش میکنن که به شکلی اینها را سرجاشون بنشونن یا نگذارن بزنه بشن، چون خطر این وجود داره که مثلا لاریجانی ها و روحانی نزدیک بشن به یک جبهه از اعتدالیون شکل بدن. در اون طرف هم خب اصلاح طلبان دارن خودشون جمع جور میکنن، مسائلی که مطرح هست بحث رفع حذف یا سخنرانی یا حضوری را که کروبی داره تو این رابطه، مطالب بیانیه‌ای که خاتمی می‌نویسه دارن خودشون جمع جور میکنن، یعنی اونها هم به شکلی خودشون جمع جور میکنن و اینها میتونن خطری برای قدرت یک پارچه دستگاه ولایت باشه و تنش‌های را ایجاد کنه. بنابراین ما در عرصه قدرت سیاسی با این روبرو هستیم که یک پارچه سازی و نظامی کردن عرصه‌های قدرت در اختیار گرفتن همه بخش‌ها توسط نظامی‌ها و سپاهیان وابسته به بیت عملا داره وزن خودش رو تو این رابطه هرچی گسترده‌تر پیش می‌بره و از اون طرف هم اون جناح‌های مخالف رو سعی می‌کنن تا اونجایی که امکان داره محدود کنن، زیر فشار قرار بدن
و نگذارند که وزنه بشن توی رابطه. این یک عرصه ایست که داره پیش میره. حالا این نیرویی که به قدرت رسیده یک پارچه سازی کرده، مهمترین مشخصش این هستش که حول اون شعارهایی که داشتنی از یک شعار، شعارهایی که بیشتر جنبه ایدئولوژیک داره، یعنی یک نوع طالبانیزه کردن کشور است. یعنی گام دوم انقلاب که خامنه‌ای مطرح میکرد گام طالبانیزه کردن قدرت بود. به همین دلیل بود که اینا قرابتی بین خودشون به طالبان میدیدن و خیلی همسو شدن با طالبان تو افغانستان و سیاستی که در درون خودشون دارن پیش میبرن یک وزنه داره، یک نفر استکبار ستیزی به اصطلاح خودشون دارن. دولت روحانی به این اصلاح طلبان رو متهم میکردن که اینا غربگرا هستن. الان این وزنه رو بردن به سمتی که اون سیاست استکبار ستیزی خودشون رو به شکلی مطرح کنن. از یک طرف میان بر تو لبنان از طریق ارسال کشتی های نفت سعی میکنن که بگن ما داریم با استکبار میجنگیم، به مردم لبنان کمک میکنیم. از اون برم بر سر مسئله برجام دارن یک ماجراجویی رو پیش میبرن، یعنی عملا مذاکراتی را که پیش رفته بود میتونست به توافق برسه و حتی به گفته یه روحانی میشد در اسفند سال گذشته امضا بشه را عقب کشوندن و عملا تحریم خورا دارن گسترش میدن و اون فشاری که تحریم ها داره میاره واقع اینه که اقتصاد ایران داره در هم میشکنه. این تحریم ها همه آمار و ارقام نشون میده که وضعیت اقتصادی در ایران به شدت خراب هست. میزان تورمی که الان وجود داره، ایران در صدر تورم قرار داره در کشورهای آسیا، آسیای میانه به شمال، نیم کره شمالی. یعنی اگر در نیم کره جنوبی ونزوئلا بالاترین تورم را داره، در نیم کره شمالی جهان ایران بالاترین رقم تورم داره. خود این تورم یعنی فشار سنگین بر زندگی مردم، بر زندگی توی دست ها، بر زندگی کارگران، بی ارزش شدن پول و چیزی از این قبیل. و این حالتی هستش که وجود داره. بنابراین این سیاستی که مطرح هستش سیاستی است که به شدت داره فشار میاره به وضعیت جامعه و اینا کاملا بی اعتنا هستن به این قضیه و بازی های خودشون رو مطرح کنن، اون اصطلاح استکبار ستیزی. حالا فقط استکبار ستیزی نیست، بلکه اینها این مسئله رو مطرح کردن که ما داریم تلاش میکنیم که آمریکا رو از منطقه خارج کنیم. خب نمونه خروج آمریکا رو دیدیم، آمریکا از افغانستان رفت، یک نیروی به شدت ارتجاعی خطرناک و ضد زن و ضد مردمی در افغانستان رو کار اومده که میتونه هر لحظه یک تهدید امنیتی بسیار جدی حتی برای ایران و منطقه باشه، به کشورهای همسایه باشه. این هستش. در عراق اینا صحبت میکردن که ما داریم آمریکا رو اخراج میکنیم و بحث این مسئله بود. ولی دیدیم ما تظاهرات دو سال پیش جوانان و شعاراشون خیلی شعارهای ضد جمهوری اسلامی بود و عملا دولتی که رو کار اومد دولت موقتی بود که قرار بود انتخابات برگزار کنه، ببین انتخابات رو هم برگزار کردن. نتیجه انتخابات عراق یک تودهنی بزرگ بود به جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه در اونجا گروه های ائتلاف آمری، ائتلاف نزدیک فتح، نزدیک به ایران، که گروه های هشت و شعبی و گروه های شبه نظامی بودن، به این هزینه های گسترده ای که ایران به لحاظ نظامی، لوجستیکی، مالی اونجا انجام داد، عملا این گروه ها دو سوم کرسی های خودشون در پارلمان از دست دادن، به یک نیروی هفتم تبدیل شدن که باعث اعتراضشون شده و بعد گفتن انتخابات تقلب شده، در حالی که تو انتخابات عراق دستگاه هایی که این دفعه به کار بردن به شدت مدرن بوده، همشون بود از سر انگوش بوده، امکان تقلب درش خیلی پایین بوده و حتی با شمارش دستی آرام نشون داد که بعضی اینجا بهتر نشده. ولی در کنار این اون ائتلاف صدر که بلوکی هست از شیعیان، سنی ها، سکولار ها، کمونیست ها، فمینیست ها و نیروهای مختلفی که اونجا هستن، این ائتلاف که یک ائتلافی سرمن ملی خواهان عدم دخالت کشورها و سفارتخانه های خارجی هستن، اینا بالاترین رأی رو آوردن و کرسی هاشون حدود 14 15 تا کرسی از دور قبل کرسی هاشون افزایش دادن، نزدیک 70 کرسی رو به دست آوردن. و اول سخنرانی هم که مقتدا صدر کرد گفت سفارتخانه ها کار خودشون رو جو حضور دست پای خودشون جمع کنن. درست اون شرایطی که مثلا مقتدا صدر با اون ائتلاف خواهان نستش که بر هویت استقلال ملی عراق احترام گذاشته بشه، ایران یک هیئت بلندپایه از سپاه قدس فرستاده اونجا که برن رایزنی کنن، به شکل نور مالکی رو تقویت کنن، ائتلاف شیعان ایجاد کنن و یا با کردها مذاکره کنن به شکلی که نگذارن که یک دولتی که نزدیک به تفکرات ائتلاف صدر هست رو کار بیاد که
بیشتر خواهان عدم دخالت دیگران به بیشتر هویت ملی عراقی هست. یعنی حتی در اونجا هم می‌بینیم این شعار عمق استراتژیکشون با یک شکست مفتزانه روبرو شده، به دست پا افتادن. ما در سوریه هم این وضعیت رو دیدیم، در سوریه هم وضعیت رو دیدیم که اینهایی که این همه هزینه‌های انسانی، هزینه‌های مالی، لوجستیکی دادن به اون شعار پوچ و بی ارزششون که نابودی اسرائیل هست، عملا اونجا الان که دوران بازسازی هست می‌بینیم که در بازسازی ایران در رده آخر است، محل نمی‌ذارن، چون ایران بلاز اقتصادی وزنه‌ای نیست که بتونه این کار رو انجام بده. خودش در چنبره مشکلات خودش گیر کرده و کشورهای دیگه هستن که در اونجا در سرمایه گذاری دارن نقش بالایی پیدا میکنن. حتی مثلا میبینیم که عربستان جای پاشو داره باز میکنه به ایران، تو این زمینه بازی رو باخته تو این رمده. حالا خود این قضیه که مثلا این عمق استراتژیک به این سیاست ماجراجویانه خارجیش که هست، یعنی از یک طرف بی‌اعتنایی به امضای برجام هست، به مسئله استکبارتیستی مطرح میکنه، از یک طرف در مورد عراق این شکست خورده، در لبنان فقط به زور کشتی های نفت هست که سعی میکنه که حزب الله را در اونجا وزنش نگه داره، یا در افغانستان که دیدیم وضعیت طالبان هست و عملا پاکستان اونجا وزن اصلی پیدا کرده، در حالی که افغانستان کشوری است که تاریخا خراسان بزرگ متحد ایران بوده، به لحاظ زبانی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تمدنی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ خویشاوندی مذهبی، همه اینا الان میبینیم که طالبانی که اونجا اصلا درش حاکم هستن. و این پاکستان هم کشوری است که رفته به عنوان پدر بزرگ طالبان با ترکیه و آذربایجان مانور نظامی علیه ایران برگزار میکنه. ما همینطور با این وضعیت در آذربایجان روبرو هستیم، یعنی آذربایجان کشوری که یکی از ایالت‌های ایران بوده زمانی، یا کشوری است که همجوار با ماست، پیوندهای عمیق ملی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی داره و بایستی یکی از متحدین اصلی یا یکی از کشورهایی بود که عالی‌ترین رابطه رو داشته باشیم، تبدیل شده به جایی که به مرکز حضور اسرائیل. خب وقتی که شما شعار نابودی اسرائیل میدیم، خب اسرائیل هم از خودش دفاع میکنه و میاد رابطه میزنه. و اینکه حالا اسرائیل تلاش میکنه سر جاش، به اینکه آذربایجان تن میده به این قضیه و میاد راه را بر راه ترانزیت ایران به ارمنستان رو میبنده، اینا خب مسائلی است که نشون دهنده شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. این سیاست ها پیوند با هم دیگه داره، یعنی اون سیاستی است که شما وقتی شعار مرگ بر آمریکا میدین، شعار بر نابودی اسرائیل میدین، بعد تو منطقه این وضعیت رو ایجاد میکنین، میبینین که با چنین وضعیت روبرو هستین که امروز میبینین. همین الان شیخ نشینای عربی که خب متحدین ما باید میبودن، ارتباط زنده ای میداشتن، الان همشون شدن به پایگاهایی که رابطه نزدیکی با اسرائیل دارن، معمنی برای نیروهای امنیتی اسرائیل هستن و شبکه‌هایی که تو اونجا شکل گرفته. خب این وضعیت را وقتی ما می‌بینیم، می‌بینیم که اینا نشون دهنده یک سیاست خارجی ماجراجویانه هستش، در داخل هم یک سیاست یکسان سازی و یک پاشه سازی، یعنی حذف نیروهای دوستان خودی و به تبدیل به غیر خودی کردن. و از اون ور ما می‌بینیم که ما با یک سیاست سرکوب روبرو هستیم. سرکوب هم که نگاه می‌کنیم، واقعیت اینه که این یک پارچه سازی باعث شده که سیاست سرکوب شکل خیلی خطرناکتری به خودش بگیره. ما شاهد هستیم که وکلایی که خواستن بیان اعتراض کنن یا شکایتی رو تنظیم کنن در چارچوب قانون جمهوری اسلامی علیه ممنوعیت واکسن به اون کشتاری که کرونا کرد تو ایران، این وکلا رو گرفتن و حالا این وکلا خواهان هستن که دادگاه ما رو علنی کنید تا بتونن حرفاشون رو بزنن دیگه، اعتراض دارن به این قضیه. یا ما می‌بینیم که تو این زندان‌ها یک مرتبه شاهین ناصری را به خاطر اینکه شهادت داده بود در مورد شکنجه های نوید افکاری توش زندان میکشنش، بعد حالا اعلام میکنن که این نمیدونم دارو مصرف کرده یا مثلا مشکل روده داشته، چیزایی از این که خب هیچ کس باور نمیکنه. یا سپیده قولیان، دختری که خب چندین بار تلفن زده که من کی برگردم زندان، مرخصیم تموم شده، کدوم زندان برم، چی باشن، با 30 نفر نیرو میفرستنش مثل متهمان مثلا فلان، میگیرن دستگیرش میکنن. خب این نشون دهنده این هستش که اینا میخوان هم وحشت ایجاد کنن و هم وحشت دارن از این قضیه. چرا؟ برای اینکه سپیده قولیان، این دختر جوانی که اومد جنایاتی رو که در زندان بوشهر بود و مطرح کرد که چه جنایاتی داره اونجا میشه، بر دختران عرب چه میره، بر مردم اونجا چه میره و چه سرکوب وحشتناکی در اونجا حاکم است و چه وضعیتی هست. ما بعد از اون افشای فیلم های ببین که نشون داد که چقدر اینها برخورشون غیر انسانی است و اون چیزی را که به اسم عدل علی مطرح میکنن و نمیدونم اسلام رحمانی را نشون میدن، اون وضعیت فیلم های زندان ببین خب رسواشون کرد. یا افشاگری های سپیده قلیان را رسوا کرد که در اینجا چی میکنن. خود این قضیه نشون میده که
اینها سیاست سرکوب به شدت خطرناکی رو در پیش گرفتن و میخوان از این طریق مسئله رو حل فصل کنن. چرا؟ برای اینکه اینها متوجه هستن سیاستشون در داخل شکست خورده، از نظر اقتصادی بسیار ناتوان هستن، تورم بالاترین تورم هستش، ارزش پول فرو ریخته، وضعیت زندگی مردم الان خط فقر خودشون دارن میگن چیزی در حدود 11 تا 13 میلیون هست در حالی که حقوق ها روی 3 میلیون هستش. خب این باعث اعتراضات گسترده میشه. اعتراضات گسترده ای که ما میبینیم شاهد اعتراضات گسترده ای است که در این 22 مهر ماه پنج شنبه به دعوت شورای هماهنگی تشکلات صنفی معلمان، خب در شهرهای مختلف یک اعتراضات بسیار گسترده ای شکل گرفت. خود این تو این فضای سرکوب، تو این فضای بگیر و ببند ها میبینیم که خیلی نقش داشت. حرکت قبلی که انجام دادن چند هفته پیش، اونجا شاهد این بودیم که اولا دو تا از معلمای شیراز دستگیر کردن، یا اون عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی گیلان رو دستگیر کردن، به فکر کردن با این قضیه میتونن ترس ایجاد کنن، در حالی که واقعیت اینه که جامعه ما دیگه جامعه ای نیست که ترس درش مطرح باشه، ترس ازش رخت بربسته. یعنی اگر در حرکت قبلی 40 تا شهر حرکت معلمان تظاهرات کردن تا اعتصاب کردن، حالا میبینید که باز در به شکل گسترده‌ترین این حرکت ها در شکل میگیره و این اعتراض ها نشون دهنده اینه که جامعه در از خودش مقاومت نشون میده. ما نه تنها در رابطه با معلمان هست که شاهد این حرکت درخشان هستیم و به این شکل بسیار گسترده حرکت شده و به ندای و به فراخوان تشکلهای صنفی لبیک گفته میشه توسط معلمان، بلکه در مورد حرکت‌های کارگری هم شاهد این اعتراضات هستیم. واقعیت اینه که چند روز پیش دادگاه اومد حکم داد به 20 سال زندان اسد بگی و اون 20 نفری که همراهش بودن که چگونه اینا در سیستم چپاول شرکت کردن، در رابطه با پخش پول بین اون شرکت کردن، در رابطه با خود سیاست کارخونه چه اعتراضاتی داشتن. خب روشنه وقتی که اینها محکوم شدن، خب بایستی تمام کارگرایی که تو این رابطه مبارزه کردن بهشون مدال داده بشه، در حالی که می‌بینیم که اینا هنوز اخراج کارگرای اخراجی مثل اسماعیل بخشی رو بر نمی‌گردونن. یا خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه رو براش پرونده سازی دارن می‌کنن، فشار میارن که این سیاست ببرن و از اون طرف هم سعی می‌کنن که خود مسئله شرکت هفت تپه رو به جای اینکه واگذار کنن به کارگرا و بگن کارگرا بیان در مدیریت نقش داشته باشن، در نظارت در کارها نقش داشته باشن، همکاری کنن با مدیریت را بندازن این شرکت بزرگ عظیم صنعتی را، پیش صنعتی را، میان دوباره برنامه های دیگه میکنن که از راه دیگه بیان وارد بشن و اینا ببرن زیر مجموعه یک جریان دیگه و دوباره خصوصی سازی کنن. یعنی ما اینجا میبینیم که این حاکمیت نه تنها در رابطه با انزوای جهانی قرار گرفته و سیاست خارجی ماجراجویانش داره شکست میخوره، بلکه در داخل هم چون احساس میکنه که در چنبره این اعتراضات مردمی قرار گرفته، تنها راه رو به سرکوب رو برده. چرا؟ برای اینکه از اون طرف خودش یک دولت بسیار لاغر شده، برای اینکه تمام اطرافیان خودش از دست دادن، اصلاح طلبها رو کنار زده، اعتدالیون رو کنار زده، مخالفین خودشون از نوع احمد نژادی ها رو کنار زده و سعی میکنن که یک پارچه بر اساس شمشیر اوریان حکومت کنن. از اون طرف هم ببینن که مردمی هستن که دیگه یعنی ترس رخت بربسته. وقتی مثلا شاهین ناصری یه آدمی است حتی سیاسی نبوده، ولی این وجدان انسانی رو داشته که بگه آقا من دیدم که نوید افکاری را به زور شکنجه میکردن، ازش اعتراف میخواستن و اینا، اومده رسما به دادستان گفته، اونجا تو پرونده شرکت کرده، خب میدونسته که این چه مالیاتی داره و حتی تو پیام خودش نوشته بود چه مالیاتی داره، ولی وقتی میاد میگه که حتی میگذره از جان خودش، این نشون دهنده یک نوع شجاعتی است که تو جامعه داره شکل میگیره. این فقط یک جنبش. از اون طرف میبینیم که این حاکمیت تنها تو این مسئله حرکت های کارگری یا حرکت های معلمان نیست که واکنششون میده. ما نمونه این سیاستی را که دارن در سرکوبگران را در این حرکت میبینیم که خب مثلا اسید باشی علیه زنان، این سیاستی بود که تا حالا چندین بار اجرا شده، بخصوص در اصفهان به هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده. اینایی که میگن ما پرنده رو در هوا میگیریم و نمیدونم فلان میکنن، برای خودشون گاندو میسازن و برای اون به قول معروف دسته گلایی که آب داده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای خودشون فیلم میسازن، خب چرا این اسید پاشا رو دستگیر نمیکنن؟ حالا اسید پاشا تبدیل شدن به کسایی که حزب اللهی که با تفنگ ساچمه‌ای میان تا مثلا 5 6 نفر دختر رو تو اسمها از پشت بهشون حمله کردن زدن. به اینا نشون میده که مسئله زنان همچنان برایشون مسئله جدی است. یا
نمونه هایی هست که دوچرخه زنایی که دوچرخه سواری میکنن میان از پشت بهشون یه جوری بهشون میزنن که اینا بیفتن به دست پاشون زخم میشه و دیگه این کارو نکنن. بنابراین اینجا فرمانده یک نیروی انتظامی میگه که دوچرخه سواری منع قانونی داره، یعنی حتی دوچرخه سواری زنان هم براشون مسئله است. بنابراین ما با یک حاکمیت رو برو هستیم که لحاظ ایدئولوژیک یک حاکمیت طالبانی است، یک حال بسیار جنایی از تفکر شیعی هستش که مصباح یزدی نمایندگی میکنه و تفکر داعشی شیعه هستش که در این حاکم میشه. از نظر فکری، از نظر سیاست خارجی یک سیاست به شدت انزواگرایانه و به شکلی ضد استکباری رو داره پیش میگیره، عدم تعامل با جهان داره پیش میگیره که نمونه هاشو داره میبینیم. ایران در یک معاصره کشورهای منطقه قرار گرفته، با همه داره دشمنی میکنه، یعنی دشمنهایی کنارش هستن، چه افغانستان، چه آذربایجان، چه وضعیتی که تو عراق داره ایجاد میشه، چه شیخ نشینای خلیج فارس که داره میبینیم، همه اینا به شکلی داره مطرح میکنه تو این رابطه. و از اون ور عدم مثلا امضای برجام یا تلاش در اون رابطه که خودش فشار تحریم ها رو گسترش میده. ما با یک فضای روبرو هستیم که این حاکمیت پشت به دیوار وحشت زده کرده. راه مقابله با این حکومت چی هستش؟ راه مقابله با این حکومت اینه که ما هرچی بیشتر بریم به سمت این که اقشار مختلف مردم خودشون متشکل بشن. ما نمونه این تشکل ها رو دیدیم، تشکل های معلمان هستن که تشکل سنفی معلمان دارن خیلی برجسته کار میکنن. شاهد حرکت های کارگری هستیم به شکل بسیار گسترده. ما حرکت های کارگرای پروژه دیدیم که در 130 شهر مختلف اومدن چیکار کردن، به این شکل خودشون رو سازماندهی کردن، اعتراضاتشون رو پیش بردن، خواستاشون رو گرفتن. شاهد حرکت های سندیکایی شرکت واحد هفتپه هستیم که اینا خودشون نمونه های درخشانی و الگوهای درخشانی هستن که میتونن به شکلی مسئله مطرح کنن. ما شاهد حرکت متحد دانش آموزان به دانشجویان هستیم که میتونن تشکل های خودشون شکل بدن. و از اون ور حرکت های متحد زنان یا اون اعتراضاتی که مثلا کانون وکلا به وکلا دارن انجام میدن، قانون نویسندگان اعتراضاتی که سازمان دادن و سه تا از برجسته ترین آدماشون در زندان هستن، اینها همه نمونه های حرکت هایی است که میتونه به شکلی حول خواسته ها، حول شعارهای واحدی گرد بیان، خواسته های را مطرح کنن. به از این طریق ما یک نوع بلوک بندی گسترده مخالفت علیه حاکمیت شکل داده بشه که بتونه چیکار کنه، خواسته های خودش به حکومت تحمیل کنه اینجا اونجا. و راهی جز این نیست، راهی جز اتحاد نیست، راهی جز همبستگی نیست، راهی جز تکیه بر شعارهایی که کل مردم رو بسیج کنه نیست. از این طریق هست که میشه چنین الگوهایی رو شکل داد، اتحادی رو شکل داد. و همزمان خود این که حرکت مردم باشه، امکان این که نیروهای خارجی بتونن درش دخالت کنن یا نیروهایی که به وابسته به خارج هستن یا کسایی که وابسته به اونا هستن و از اونا مزد میگیرن، حقوق میگیرن و سعی میکنن که شعارهایی رو مطرح کنن و از اون طریق وارد بشن، اینا نقششون کمرنگتر میشه. به این امکان فراهم میاد که مردم بتونن خودشون تاثیرگذار باشن در تحولات، به این حاکمیت ها به بنبست بکشونن، به زیر بکشونن و بتونن قدرتی رو از آن خودشون ایجاد کنن که بشه از اون طریق رفاه، آسایش، آرامش و یک زندگی انسانی به شایسته انسانی رو برای همه به وجود بیارن. و این وضعیت فلاکتباری رو که مردم اسیرش شدن، بی آیندگی که جوانان اسیرش شدن، این وضعیت به پایان برسه و این امکانات عظیم این کشور اینچنین به نابودی کشیده نشه. پیروز باشید. بینندگان گرامی، همانطور که در اعلام برنامه گفتم، در بخش پایانی برنامه گزارش محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، درباره اقدام اعتراضی سراسری معلمان از نظر شما خواهد گذشت که در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. با بهترین آرزوها برای موفقیت پیکار معلمان، تا برنامه دیگر بدرود. امروز شنبه 22 مهر ماه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور به صورت همزمان دست به تجمع زدند. در بیش از 22 استان و بیش از 50 شهر این تجمعات برگزار شد و
در استان تهران و البرز در مقابل سازمان برنامه و بودجه و در سایر استانها تجمعات در مقابل اداره کل آموزش و پرورش برگزار گردید. بر اساس گزارش های رسیده در این تجمعات در برخی شهرها به ویژه در اهواز و شهر تهران حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی بسیار پررنگ بوده. همکاران گزارش دادند که بعضن برخی گوشی ها و دوربین هایی که همکاران به همراه داشتن رو نیروهای امنیتی چک می کردن و به صورت فراگیر و از نزدیک از چهره های همکارانی که در تجمع حضور داشتن تصویر برداری می کردن. در واقع به نظر میاد به نوعی هدف ایجاد ترس و وحشت رو دنبال می کردن. با این حال یکی از نکات مهم این تجمع مثل سایر تجمعات قبلی که در این مدت انجام شده حضور چشمگیر و فراگیر معلمان زن در این تجمع بوده که به نوعی بخش عمده ای از افراد تجمع کننده در این ماهای اخیر رو همکاران خانوم تشکیل میدن. اما محور اصلی این تجمع مبتنی بر دو خواسته فراگیر برای معلمان شاغل: اجرای کامل طرح رتبه بندی و عدم تغییر این طرح در کمیسیون آموزش، به ویژه تاکید بر بند 7 این طرح که اشاره داره به اینکه حقوق و مزایای معلمان نباید از 80% حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی کمتر باشه. در مورد بازنشستگان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشور و همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان مورد نظر هست. به هر حال این تجمعات در حالی برگزار میشه که تا به حال هیچ گونه پاسخ روشن و صریحی از طرف مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به معلمان شاغل و بازنشسته داده نشده. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران.